ضررهاش به روی جمیع ملت‌های عالم از هر دینی و هر نژادی و از هر حتی کاست. در هندوستان کاست خیلی مهمه. شما میتونید هندو باشید ولی اگر کاست شما کاست بالاست، برهما هستی، برهمن هستی، بله. اگر طبقات اجتماعی شما نمیتونید با کاستی که انتاچبلز هستن و در یک جا بشینید، در یک جا بشینید. کاست ها جدا هستن. ولی ما میخواستیم ساختمانی بسازیم زیرا که اساس تعلیم دیانت بهایی است که جمیع ادیان یکی هستن. یعنی در این عالم بهایی ها معتقدن فقط یک دیانت وجود داره و اون دیانت انسانیت و محبت و عشق هست به خداوند. خب این که یه کار انسانیه، چرا اسمش مذهب میذاریم؟ نه نه، کاملا ببینید من اساسی گفتم کار انسانی نیست. ما دیانت بهایی معتقد است که خداوند، همه ادیان معتقدن که خداوند یکیست. اگر قبول داریم که خداوند یکیست، بنابراین خداوند مسلمان و خداوند هندو یکیست. چطور میتونیم فکر کنیم که هندو نجس است و اون یکیست؟ این خداوند یکیست و ما میبینیم که خداوندی که این همه دنیا زیبایی در این دنیا خلق کرده، این خداوند باید خداوند مهربانی باشه. چون هیچ موجود نامهربانی نمیتونه چیز زیبا خلق کنه. زیبایی دوست. علامت محبت است، بله. علامت عشق است، علامت مهربانی. و زیبایی طبیعت رو ببینید، گلها رو ببینید، ماهی‌ها رو ببینید، دریا رو ببینید، گیاها رو ببینید. اصلا انسان متعجب این زیبا، این همه زیبایی کار یه خداوندی است فوق‌العاده مهربان. این خداوند مهربان فرزندان خودش همه رو با یک چشم دوست داره، بله. و برای راهنمایی اونها، برای هدایت اونها ادیانی رو فرستاده است. بهایی ها معتقدند که این ادیان مثل کلاس های مختلف یک مدرسه هستند. شما اول باید برید کلاس اول مدرسه. در کلاس اول مدرسه معلم که خودش ادبیات و فلسفه و ریاضیات رو میدونه، این معلم نمیتونه به شاگرد راجع به ادبیات و ریاضیات و فلسفه هم. باید الف ب درس بده. بابا آب داد، نان داد، ما الف ب رو یاد بگیریم. در سال بعد همین معلم که دوباره ریاضیات و فلسفه و منطق و ادبیات رو میدونه، باز به شما میاد آرام آرام درس میده تا میرسه به جایی که میتونه راجع به ادبیات، راجع به هنر و راجع به منطق و راجع به علم صحبت کنه. بنابراین این انسان هست که فکرش محدوده همینطور که بالاتر میره، وگرنه این فلسفه علم یکیست، کلاس ها یکی هستن، منتها بر طبق سن انسان احتیاجاتش متفاوت از فرق میکنه. بنابراین ادیانی که آمدن، درس های کلاس پنجم با درس های کلاس اول به کل فرق دارن. بس. شما احتیاج دارید به درس کلاس پنجم، باید بیاید کلاس. و در این حال نمیتونیم هیچ وقت بگیم که کلاس اول از کلاس پنجم کمتر اهمیت داره. بس. یا یک کلاسی کلاس آخر است. تا ابدیت این کلاس ها باید ادامه پیدا کنن و کلاس ها هیچ وقت ما رو هر چقدر هم راهنمایی بکنن به انتها نخواهند رسید. پس منم چون بحثم امروز در اینجا که نشستیم در خدمتتون هستیم، نمیخوایم راجع به ادیان زیاد صحبت بکنیم. منظور من این بود که خواستم اینو به شما برگردم بگم که حالا این موضوع، در این موضوع ما میخوایم یه ساختمانی بسازیم که درهاش معبد بهایی یه مرکزی است که مردم میان میشینن و به هر زبانی، به هر دیانتی هستن، خداوند واحد رو، چون حالا هندو هستن یا مسلمانن یا مسیحیان یا یهودیان یا بهایی هستن، خداوندشون که یکیست، این خداوند رو عبادت میکنن. این خداوند رو حالا یعنی باید ساختمانی بسازیم که تمام ادیان در اونجا راحت باشن. نه تنها راحت باشن، دلش شما، من میتونم این ساختمان رو درش باز بذارم بگم شما خوش آمدید، ولی شما داخل نمیشید. پس چرا بهش میگیم معبد بهایی ها؟ چرا بهش نمیگیم معبد خداوند؟ ما نمیگیم معبد بهایی ها. اسمش هست مشرق الاذکار به زبان عربی، اسمش هست هاوس اف ورشیپ، یعنی محل عبادت. و در این هیچ کشیشی نیست، هیچ مجتهدی نیست، هیچ کس حق صحبت نداره، نطق اجازه نیست، فقط اجازه است از بیانات ستایش کنن خداوند، از قرآن، مثلا از اسلام، از قرآن مجید، از انجیل، از مسیحیت، از انجیل، از زرتشت، از اوستا، از آثار بودا، هندو مطالعه کنن. الان شما اگر تشریف ببرید در ساختمان مشرق الاذکار هند، میبینید که مسلمان اونجا نماز میخونه و هندو مینشینه، در حالی که دارن از قرآن تلاوت میکنن، هندوها نشستن دارن گوش میدن. تلویزیون دورداشان در اونجا برنامه داکیومنتری داره که نشون میده، میگه ببین این چطور ممکنه، این همه اختلاف ما بین ادیان در هندوستان هست، ولی این
این همه سال 100 میلیون آدم به این ساختمان آمدن، یک دفعه اختلاف نبوده. من این ایده رو ستایش میکنم و خیلی خوشحالم از اینکه این رو میبینم، چون خودم هم اخیراً که وقتی به هند رفته بودم در اونجا، متاسفم از اینکه فرصتی نشد که برم معبد لوتوس رو ببینم، ولی در خیلی از معابد مختلف هندو و همینطور سیک ها و دیگران که رفتم میدیدم که بعضی چیزها اونجا ممنوعه. من با ممنوعیت نیایش به طور کلی خودم رابطه ای ندارم. من فکر میکنم که نیایش در همه جا هست، کلیسا و مسجد و میخانه و همه اینا یکیه. مهم اینه که دلت کجا باز باشه، دلت کجا روشن باشه. پس من میخوام ببینم که آیا این آب زیادی که استخرهای زیادی رو که دور این معبد رو گرفته و این آرک ها و خود فرم لوتوس یک مفهوم دیانت باهایی داره که شما انتخاب کردید؟ من همین اصلا نخیر، تنها رابطه‌ای که داره این بود که من دنبال یک ایده می‌گشتم که این ایده برای جمیع پیروان ادیان‌های مختلف یک معنی داشته باشه، یک رابطه‌ای به قلبشون برقرار بکنه، فکر کنن که به خودشون مربوطه بفهمن. و در سر تا سر هند سفر کردم، بیشتر از شاید 100 معبد، معابد مختلف ادیان مختلف رو دیدم و دقیق نگاه کردم، دیدم که اینا در همه چقدر، ولی متوجه شدم در اینجا که این از مابین جمعی این سمبول ها و نمونه هایی در اونجا هست، یک سمبول هست که به نحوی در جمعی دیانت ها این مورد احترام است و این گل لوتوس هست. ببینید، لوتوس، هندوها معتقدند که برهما خالق زمین آسمان در یک گل لوتوس زاده شده است، خانه خداست. تو ذهنشون در رؤیای خودشون خانه خدا میدونستن گل لوتوس رو. بودایی ها، حضرت بودا میفرماید که شما باید مثل گل لوتوس باشید که در لجنزار میروید ولی بالای اون لجن میسته و ذره از این آلودگی این محیط بر دامنش نمینشینه. و به همین دلیل حتی در هر جا ببینید مجسمه حضرت بودا رو ببینید و مجسمه های خدایان هندو رو ببینید، بر روی گل لوتوس نشستن یا میرقصن یا هست. در دیانت زرتشت گل لوتوس رو میبینید، در کتیبه های بیستون شما میتونید ببینید که میترا بر گل لوتوس میرقصه. در تخت جمشید در دست سلاطین گل لوتوس رو میبینید به علامت فرح ایزدی، چون اونها رو سایه خداوند میدونستن. در اسلام اگر ملاحظه بفرمایید، گنبد تاج محال، خود گنبد اصلی تاج محال که یکی از معتبرترین بناهای اسلامی هندوستان هست و البته میگید مهندسش ایرانی بوده، گنبد تاج محال گنچه گل لوتوس است. در مساجد اسلامی شما گل لوتوس رو میبینید به عنوان تزیین اصلی این ساختمان ها. ما اصلا قالی های ایرانی ما تمام گل لوتوس است، چون که زیباترین سمبل این علامت زیبایی و پاکی است. و بعد همینطور در سایر ادیان نگاه بکنید میبینید جمعی ندون، حتی در دیانت مسیح پروفسور یونگ یه چند جلد کتاب نوشته، جناب دکتر شایگان استاد ارجمند ایران ما یه کتابی دارن در زمینه این سمبول های مختلف ادیان و فرهنگ های مختلف و میبینید که با چقدر با دقت اهمیت لوتوس رو. بنابراین من لوتوس رو انتخاب کردم، با خودم فکر کردم که مردم هندوستان همیشه از هر دیانتی بودن یک رؤیایی داشتن، در رؤیای خودشون یک ساختمانی میدیدن از گل لوتوس. شما میدونید تنسون، شاعر بسیار مشهور، لورد تنسون، شاعر بسیار مشهور انگلیسی، یک شعری داره به نام رؤیای اکبر شاه. چون اکبر شاه همیشه آرزو داشت که یه معبدی داشته باشه که چون در مرکز اختلافات هندو و مسلمان و در اون زمان بود بزرگترین مشکلش بود، میگفت که من آرزو یک معبدی رو در خواب میدید که این درهاش همیشه باز باشه و هر مردمی از هر دیانتی به اون وارد بشن، با هم در کنار هم بنشینن، هم دیگر رو دوست داشته باشن و همه با هم از خدای واحد قدردانی کنن و سپاس بگن. این در شعر رویای اکبر شاه لورد تنسون این رو کاملا شرح داده. و من با خودم فکرم ببین این رویای این ملت بوده، ما اگر دویم و واقعا نتیجهش درست بود، زیرا که وقتی که ساختمان ساخته شد حالا شما میبینید که هندوها میان اونجا، در صورت که هیچ وقت ساختمان معابد هندو رو اگر ببینید به کل
سبک‌های متفاوتی داره. اصلا یک دونه ساختمان به این شکل شما نمی‌بینید. یا وقتی که یک مثلا حتی در با آرشیتکتور مدرن امروزی کارهای کلاسیک قدیمی رو انجام میدن. مثلا اون معبد بزرگی که الان در خود دلی بله. معبدی است که بیش از 400 میلیون دلار خرج برداشته. اون رفتم دیدم. ساختمان‌های قدیمی و حتی و این رو بنده یه دفعه یادم رفتم در یکی از معابدی که داشتن ساخته داشتن میساختن در جنوب هند نزدیکی های بنگلور یک معبدی در حال ساختمان بود خیلی پیچیده و عظیم. رفتم اونجا و از کسانی که اونجا کار میکردن پرسیدم چه کسی معمار این ساختمان است؟ معمار کیه؟ من میخوام باش حرف بزنم. گفتن معمار ساختمان معبد نمیسازه، کاهن اعظم اینجا میسازه. گفتم گفتن که اینجا این کاهن اعظم که در حال عبادت است و عبادت ها خود چه میکنه ریاضت ها میکشه، این در این عالم تخیلات و سیر و سلوک روحانی خودش یک تصویری به ذهنش میرسه و برطبق اون تصویر رو میسازه و هر چقدر که بیشتر این شخص سیر و سلوک روحانی عمیق‌تر داشته باشه این ساختمان پیچیده تر است. بنابراین اگه شما برید ببینید الان من به شما نشون خواهم داد سلاید مادورای تمپل در جنوب هند که یه ماندالاست، هفت دیوار در داخل هم، هر دیوار چهار، هر مستطیل چهار دروازه داره، دروازه های عظیم و هر دروازه میلیون ها سمبول و نمونه مجسمه و اینا داره و داستان و قصه. این نشون دهنده سیر و سلوک فوق العاده و روحانی این کاهن است. و بعد اونها با خودشون فکر میکنن، به همین دلیل میگوین که میگوین در این عوالم سیر و سلوک اولین شکلی که به ذهن یک نفر میرسه یک حباب هست. حباب هست اولین شکل. برای همین میگویند که این مساجد که گنبد حباب داره این خیلی در مراحل بالای سلوک روحانی نیست. یعنی منظورم اینه که این قد افکار پیچیده است که محدود میکنه علاقه آدم ها رو به ساختمان ها و به این مراکز. ولی الان این مردمی که همون هندوها که در این ساختمان میان ابدا این مقایسه نمی کنن با گنبد یا با این یا با اون. براشون لوتوس به قلبشون اثر میکنه. این داست، این زادگاه برهماست. شما اومدی سادگی مطلق رو که بهترین فرم پرزنتیشن و بهترین فرم عرضه هستش گرفتی، ولی در مشکل ترین فرم استراکچر و ساختمان سازی باهاش برخورد کردی. بله. یعنی زیبایی که سادگیه که برگ گل هستش دیگه، اون فرم های عجیب و غریب درش نیست، اومدی ولی خب ساختن این برگ های لوتوس به این عظمت و به صورت بتون این یک چالش وحشتناکه، یک درگیری وحشتناکه. چجوری این حلش کردی؟ دقیقا اینطور است. من اولا واقعا میخواستم که این ساختمان کانتمپوری و مدرن باشه برای که متعلق است به امروز، معبدی است متعلق به امروز، مال هزار سال پیش نیست. و در این حال به همین دلیل میخواستم. و این ساختمان وقتی من طرحش رو در کشیدم، طرح در مسابقه شرکت کردم در ایران بود، بعد برای که این رو به حالت اجرایی در بیارم، نقشه های اجرایی شد تهیه بکنم، به انگلستان رفتم در دفتر با یک مهندس بسیار عالی قدر ساختمان در انگلستان. انگلیسی بود، با ایشون انگلیسی که کارهای فوق العاده جالبی کرده، نشنال تیاتر لندن رو ساخته، تئاتر ملی انگلستان رو ساخته، چندین پول ها